خب سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. ما تقریبا 2 3 دقیقه کلاس رو دیر شروع کردیم. من واقعیتش درگیر آپلود کردن این فایل کتاب درسیتون بودم. اون نگاه کتاب درسیتون پاک شده بود از روی سیستم، الان هم تقریبا 2 3 درصدش مونده تا آپلودش کامل بشه. امروز ما درس 7 رو ورود خواهیم کرد. درس 7 تقریبا میشه گفتش که استثناء کل کتاب درسیتون هست، به این معنا که به لحاظ قواعدی نکته خاص و جدیدی برای شما نخواهد داشت و تقریبا میشه گفتش که همون مبحث جار و مجرور هستش که قبلا براتون توضیح دادم. عرض به حضورتون که تمارینش رو هم با هم دیگه جمع خواهیم کرد که انشاءالله بتونیم یه جنبندی خوبی هم توی یه جلسه تستنی داشته باشیم و یه آزمون آماده باشیم. به غیر از آقای فتحی و آقای درویش نژاد، کدوم یکی از عزیزان صدا رو ندارند؟ این رو لطفا به من بفرمید بچه ها. خب آقای درویش نشاط میفرمند اوکی شد، میگن ضعیف میاد. خب میخواید صدای سیستمتون رو یه خورده بلند کنید، چون تقریبا من دارم بلند صحبت. آقای ولیزاده هم میگن صدا نیست. والا الان تقریبا میشه گفتش که آقای پورمقیم هم میفرمند صدا نمیاد. خب اجازه بدید ببینیم مشکل از کجاست. خب صدا میگن هست، بسیاره. خب شروع کنیم دوستان. امیدوارم فایل به کتاب درسیتون هم بله آپلود شده باشه، خدا رو شکر شده. خب بریم از رو خود کتاب درسی بچه ها شروع کنیم که بتونیم مطلب رو زود ترجم کنیم. من فقط یه چیزی رو هم به لحاظ فنی توی اینجا اصلاح کنم و دیگه با خیال راحت کارمون رو شروع کنیم. خب بسیار عالی، این هم از این، این هم از اجازه بفرمید. خب خب دقت کنید دوستان، امروز ما میخوایم درس 7 رو با هم دیگه یه چکی بکنیم. خب یه لحظه بچه ها. سلام عرض شد. خب من همه تون صدا رو دارید بچه ها. خب شروع بکنیم ببینیم که چی میخوایم توی این درس بگیم. خب ببینید بچه ها، ما قبلا خدمتتون عرض کردیم که توی زبان عرض به حضورتون که فارسی، چیزی شما تحت عنوان متمم دارید.
که متمم ها در اصل دارن چیکار میکنن؟ ترکیب یک حرف هستن به علاوه یک اسم. یعنی موقعی که یک حرف رو با یه دونه اسم ترکیب میکنید، پدیده ای در زبان فارسی درست میشه که اصطلاحا بهش گفته میشه چی بچه ها؟ بهش گفته میشه متمم. همین ماجرا رو شما تو زبان عربی دارید، همین ماجرا رو شما تو زبان عربی دارید به این صورت که یه دونه حرف رو با یه دونه اسم ترکیب میکنید و ازش چیزی درست میشه به نام جار و مجرور. پس یه معرفی خیلی سریع داشته باشیم، جار و مجرور در اصل ترکیب یک حرف با یه دونه اسم بعدش هست که تقریبا نقشی شبیه متمم رو در زبان فارسی چی بچه ها؟ میسازه. پس بچه ها قشنگ دقت کنید چی دارم میگم. جار و مجرور چیزی معادل و شبیه عرض به حضورتون متمم در زبان فارسی است. خب حالا نکته مهم چیه بچه ها؟ توی زبان عربی به حرفی که میاد پشت یک اسم قرار بگیره و اون متمم ما رو تو زبان فارسی بسازه اصطلاحاً گفته میشه حرف جر. پس جار یا حرف جر اون حرف است. خب مثلا اگر مثلا بگیم در کلاس، در حالا ببریمش تو عربی که میشه فی، میشود حرف جر، بهش جار هم گفته میشه. حالا اسمی که بعدش قرار میگیره و تحت تأثیر اون حرف هست بهش گفته میشود مجرور به حرف جر، یا به طور خلاصه بهش گفته میشود مجرور. مثلا در کلاس فل صف یا فل قرفه فی حرف جر و جار هست، قرفه مجرور به حرف جر یا همون مجرور هست. اینا رو هم خلاصش میکنن میگن جار و مجرور، یا به اون اسم میگن مجرور به حرف جر. که گفتیم تقریبا کارکرد شبیه متمم در زبان فارسی رو داره. خب حالا یه دقتی بفرمایید بچه ها، اون حروف اصلی که حروف جر هستن تو زبان عربی کتابتون این اول آورده. خب چیا هستن؟ من و فی و الا و علا و به و ل و انا و که. قشنگ دقت کنید، این تنها نکته این درسه و باید حفظش کنید. هیچ نکته دیگه توی این درس به صورت خیلی عجب غریب وجود نداره. من که یعنی از، فی یعنی در، الا یعنی تا، علا یعنی بر، به یعنی حالا به سوی، ل یعنی برای، ان یعنی درباره، که هم یعنی مانند. حالا الان میگید آقا ما نتونستیم ترجمه هاش بنویسیم، مهم نیست، میایم جلوتر دونه دونه در رابطه با هر کدوم از این حرفا صحبت خواهیم کرد و نکتهش رو خواهید. خب حالا کتابتون اومده یه خورده جلوتر، اومده نوشته اهم و معانی حروف الجر، مهمترین حروف جر و معانیشون. ما هم از هر کدوم مثال ها رو میزنیم حل میکنیم و میریم تا انتها. یکی دو تا نکته تستی هم بهتون خواهم گفتش که دستتون باز باشه. خب اولیش منه که به معنای از. مثلا میگم که انا رحلت من تهران، من از تهران مهاجرت کردم. خب یا انا رحلت من ایران، من از ایران مهاجرت کردم. خب من اینجا چیه بچه‌ها؟ معنی از داره و اگر بخوایم برای من ایران یه نقش قائل باشیم باید من ایران رو هم دیگه یا جار و مجرور بگیم یا ایران رو بهش بگیم اصطلاحاً مجرور به حرف جر. خب الان مثلا نگاه کنید، من اول دومی رو حل میکنم بچه‌ها، اول دومی رو با هم میخونیم. اصاور من فزه، علنگو یا دستبندهایی از جنس نقره. خب یعنی من که اومده معنی از پیدا کرده و عرض به حضورتون که حالت جار و مجرور رو برای ما چیکار کرده بچه ها؟ ایجاد کرده. بعدی رو نگاه کنید، بعدی که یعنی قبلیش میشه دیگه توی ترتیب کتاب، حتی تنفقو مما تحبون. خب ببینید بچه ها، مما این یه نکته اوله. من اگر با ما پهلوی هم بیاد میشود مما. پس این در اصل چی بوده؟ من به علاوه ما بوده، یعنی از آن چیزی که ما، یعنی از آن چیزی که دیگه. خب و بهتون هم گفتیم کی گفتیم؟ تابستون امسال گفتیم که ما اسمه و بهش هم گفتم شاید اسم موصول، من و ما، من و ما، من و با من قاطی نکنید. که اینها چی هستن بچه ها؟ اسم موصول هستن. پس من ما در اصل اونجا چیه بچه ها؟ مجرور به حرف جر هست. خب پس معنی کلی من رو فهمیدیم که معنای از و اسم بعدی خودش رو مجرور میکنه. بریم معنی.
بعدی فیه بچه ها. خب فی یعنی در، فی یعنی چی بچه ها؟ در. خب مثال هاش رو با هم نگاه کنیم. میگه هو الذی خلق لکم ما فی الارض، او هر چیزی را که در زمین است برای شما خلق کرد. خب ببینید فی الارض، الان فی با ارض یه دونه حرف جره با یه دونه اسم بعدش که میشن جار و مجرور، و همچنین النجات و فسد، نجات یا رهایی در راستگویی است. فسد باز دوباره چیه بچه ها؟ جار و مجروره. خب بریم بعدی، تو اینجا که فکر نمی کنم مشکلی باشه. بعدی الهه بچه ها. اله به معنای به سویه، به، تا، اینها معنی بره، یعنی یه حالت مثلا تقریبا میشه باشه که مقصد رو نشون میده برای ما در کلام. من اینجا حالا چند تا مثال هست با هم همون مثال داره حل کنم. سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا. ببینید بچه ها الان الا که اینجا اومده یه دونه حرف جره، دقیقا اسم بعدیش که المسجده اون همیشه باید مجرور به حرف جر. حالا اینجا یه دیگه هم دارید، من رو دارید، من حرف جره که الان خوندیدش صفحه قبلی، المسجد هم چیه بچه ها؟ مجرور به حرف جره. پس کامل میبینید که اگر یه دونه اسم خب و بعدش یه دونه عرض به حضورتون که قبلش یه دونه حرف داشته باشید و بعدش نه اسم قرار بگیره، اصطلاحا میگن جار و مجرور. یکی از دوستان، من مطلبش رو بخونم. بله الان ما توی اون قبلیه مجرور. خب بریم جلوتر. میگه قال کم لبست، قال لبست یوما او بعض یوم، قال بل لبست مع طعام فانظر الى طعامک و شرابک. خب اصلا ما این معنی این جمله رو نمیفهمیم، مهمم نیست برام، چون الان میخوایم قواعدی نگاه کنیم، حالا ترجمه‌اش رو با هم بحث می‌کنیم. ببینید الان الا حرف جره، شما طعامک رو بر ندارید بچه‌ها، یهویی کلش رو با هم بگیرید مجرور به حرف جره. طعامک دو تا کلمه است، طعام و که، غذای تو. طعام به تنهایی، فقط طعام، طعام به تنهایی می شود مجرور به حرف جر، چه هم که مضاف اون الیه، چون غذای تو، غذا مال توست. خب این هم از این. حالا باز دوباره پایین دارید، کان الفلاح یعمل فی المزرعه من الصباح الی اللیل، کشاورز از صبح تا شب در مزرعه تلاش میکرد یا کار میکرد. خب الان نگاه کنید، شما فی رو خوندید، فی المزرعه یه جا رو مجرور بچه ها. خب بعد عرض به حضورتون که من الصباح هم یه جا رو مجرور، من هم خوندید حرف جره، الی اللیل هم دوباره بچه ها یه جا رو مجرور. پس بنابراین شما دارید میبینید که توی همین عبارت سه تا جار و مجرور دارید. خب الان آقای درویش نژاد میگن که استاد الان مسجد قبل اله هم مجرور شد. دقت کنید، مسجد قبل از اله مجرور شد توی اون المسجد الحرام، اما نه به خاطر اله، به خاطر من. من هم حرف جره، اون هم مجرور هست، اما اون چیزی که مجرورش کرده من نه اله. آقای فیوزی عزیز میگن که فقط حرف اضافه با اسم جار و مجرور میشود. سوالتون احساس میکنم یه خورده درست نوشته نشده. ببینید حروف اضافه نه، ما یه سری حروف داریم بهشون میگن حروف جر، که مهمترینشون اینایی هستن که داریم میدیم، بی، ده، فی، من، الا، علا، اینها. خب اینها بعدشون که یه اسم قرار میگیره، اون اسم بعدش اصطلاحا میگن مجرور به حرف جر. خب بریم بعدی بچه‌ها. میگم بهتون آقای رحمانی، دقیقا همون نکته تستیه که عرض خواهم که تمام بشه این لیستش، دقیقا نکتهیه که میخوایم عرض کنیم. سوالتون خیلی سوال خوبی، آفرین. خب علا به معنی بر و رویه هست. خب مثلا میگم انا جعلت قلمی مثلا علل منزده، من مثلا قلمم رو روی میز گذاشتم. علا اینجا حرف جره، منزده مجرور به حرف جره. من دو تا مثال رو هم با هم ببینید. میگه که الناس علی دین ملوکه، مردم بر دین پادشاهانشان هستند. خب ببینید علی با دین پشت سر هم پهلو هم اومدن، میشن جار و مجرور. خب حالا برید پایین. گفته اینو بچه‌ها دقت کنید لطفا، این خیلی مهمه. الدهر یوما یوم لک و یوم لک. ببینید بچه‌ها تابستون که ما با هم شروع کردیم، من خیلی گیر داده بودم که بچه ها اسم شناسی رو خوب یاد بگیرید. خب یکی از مباحث جدی که توی بحث شناسایی اسم ها بهتون گفتم این بودش که بچه ها ضمیر با تمام انواع و اقسامی که داره چی محسوب میشه بچه ها؟
اسم محسوب میشه. پس که و ای و نا و اینها که ضمیرن، که یعنی مال من، نا یعنی مال ما، ای یعنی مال من، مثلا میگم کتابی کتاب من، کتاب و که کتاب تو، اینا همه اسم هم. پس وقتی میگم علیک یا میگم لک، علا که اینجا حرف جر هست، باعث چه اون که بعدیش چی بشه؟ مجرور به حرف جر بشه، چون اون که چیه بچه ها؟ اسمه. پس ببینید این توی این مثال کتابتون که میگه الدهر و یومان و یومان لک و یومان علک، این علا حرف جره و که چیه بچه ها؟ مجرور به حرف جره. حواستون به این نکته خیلی 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 خوب باشه. خب بریم بعدی. بعدی به هست. به معنی به وسیله میده، معنی در هم میده. خب حالا مثلا مثالهاش رو با هم ببینیم. میگه که ولقد نصرکم الله به بدر، و خداوند شما را در در جنگ بدر کمک کرد. خب به اینجا معنی در میده، پس به بدر میشود جار و مجرور. توی قبلیش اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، خدایی که به قلم یاد داد، بالقلم باز دوباره اینجا چیه بچه ها؟ جار و مجروره. خب آقای وتر شیراز عزیز میگن توی قبلیه اونجا که گفته الدهر و یامان یامان لک و یامان علک، اینجا بچه ها لک چی؟ لک هم جار و مجرور، لک هم جار و مجرور هست، ولی من نگفتمش به خاطر اینکه ل رو هنوز نگفتیم. ل رو بگیم اینا برای شما میتونید جار و مجرور بگید و جار و مجرور هم هست. آقا به جز این کلمات، کلمات دیگری به نشانش نیست. یعنی چی به نشانش نیست؟ ارشیا جان متوجه نشدم. متوجه نشدم چی میگید به نشانش نیست، نمیفهمم یعنی چی. خب بریم صفحه بعدی تا آقای ایزدی هم سوالشون رو تکمیل کنم. خب صفحه 87. خب حرف بعدی که کتابتون معرفی کرده ل. بچه ها یه روی این ل تمرکز کنید. ل تقریبا دو سه معنی داره، یکی به معنای برای از آنه و یکی هم به معنای داشتنه. خب یعنی یه جورهایی معنای مالکیت رو میخواد چکار کنه؟ برسونه. توی اینجا میخواد معنای هدف رو برسونه. پس موقعی که برای هست معنای غایت و هدف رو داره، و موقعی هم که معنای از آنه و داشتن هست به معنای چیه بچه ها؟ مالکیت. پس ل کنارش میتونید کوچولو به دو کلمه بنویسید، غایت و هدف، خط فاصله مالکیت. یه بار دیگه، غایت و هدف، خط فاصله چی بچه ها؟ مالکیت. خب حالا میگن لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. بچه‌ها الان شما خیلی قشنگ چند تا حرف جر یاد گرفتید. قبل از اینکه برم سراغ لش، آقا فی حرف جر هست یا نیست؟ هست. پس فی سماوات میشه جار و مجرور. فی الارض فی حرف جر هست یا نیست؟ هست. پس فی الارض هم میشه و جار و مجرور. خب حالا لهو رو نگاه کنید، هی که ضمیر و اسم، یعنی او. خب یعنی برای اوست. لا هم که حرف جره، پس این هم شود یه جار و مجرور. اینجا شما سه تا جار و مجرور دارید. بریم بعدی. لکل زنبن توبتون الا سوء الخلق یا سوء الخلق، برای هر گناهی توبه است جز بد اخلاقی. خب الان نگاه کنید بچه ها، له حرف جره، پس کل می شود جار و مجرور. یه نکته تو کلاس یاد گرفتید بچه ها، گفتیم کل از چه نوع اسامیه؟ همه من جواب بدید. می گفتیم کل یه نوع اسم خاصه. بگید ببینم چی بود کل؟ کل چه نوع اسمی بود؟ یا به عبارتی من بگید نقش ذنب چیه؟ نه کل اسم محصول نیست آریا جان؟ خب کسی جواب نداره؟ یه اسمهایی داشتیم به نام اسمهای دائمول دائمال اضافه. آفرین حامدیان. خب ببینید چون شما اسم دائمال اضافه دارید، قشنگ دقت کنید بچه ها، اسم بعدیتون میشود مضافون الی. دائمال اضافه ها چیا بودن؟ کل، بعض، تحت، فوق، امام، خلف، اینها اسم های دائمال اضافه بودن. پس ببینید لکل میشود جار و مجرور، زنبتون میشود چی بچه ها؟ مضافون الی. احسنت های حامدین، آفرین. لکم دینکم ولی دین. خب باز دوباره نگاه کنید، کم ضمیره یعنی شما، ل هم حرف جره، پس میشه و جار و مجرور. باز دوباره ولی دین، یه ضمیره یعنی برای من، لی میشه و جار و مجرور.
پس قشنگ دقت کنید بچه ها، لزومن جار و مجرور نیست که اسم بعدیش تعداد حرفاش از حرف بیشتر باشه، نه، گاهی اوقات اسم یک حرفی داریم مثل که، مثل یه، اینها چی هم زمیرن، زمیرها همه چی هم اسمن. یه نکته با خودکار قرمز کتاب کنار کتابتون یادداشت کنید، گرچه تابستون گفته شده بود، یادداشت بفرمایید. کلیه زمایر، کلیه زمایر اسم هستند، کلیه زمایر اسم هستند، بنابراین اگر ضمیری، بنابراین اگر ضمیری، بنابراین اگر ضمیری پس از حرف جر قرار بگیرد، بنابراین اگر ضمیری پس از حرف جر قرار بگیرد مجرور به حرف جر خواهد بود. اوکی بچه ها، خب بریم جلوتر. خب حرف بعدی که کتاب میخواد در موردش صحبت کنه، گفتم بنابراین مجرور به حرف جر خواهد بود. بچه ها یه چند تا سوالم بالا پرسه بودید، از قصد جواب ندادم که تمام کنم بعد جواب بدم. نگران سوالاتتون نباشید، سوالاتتون رو جواب خواهم. خب بچه ها این ان رو دقت کنید، لطفا حواستون باشه بچه ها، این ان مهمه. ان دو معنی داره. اولا ما یه ان تو زبان عربی داریم که با الف نوشته میشه، این ان رو با اون ان قاطی نکنید. یه ان هم داریم با این نوشته میشه که الان بحث ما سر ان با اینه. خب پس در مورد ان با الف صحبت نمی کنیم، این دوتا رو تو زبان عربی قاطی نکنید. مفصل درباره ان با الف توی عربی 11 هم مطالعه خواهید کرد و خواهید خوند. خب یه احکام خاص خودش داره، کارهای عجیب غریبی توی جمله انجام میده، ساختارهای جمله رو عوض میکنه. اما الان صحبت ما سر ان با این. ان دو معنی داره بچه، یکی به معنای ازه، یکی به معنای دربار است. خب دربارش که مشخصه، مثلا میگم که من و رفقا مثلا درباره چه بدونم سیاست بحث میکردیم، یا مثلا در رابطه با آخرین مدل های موبایل بحث میکردیم. این درباره رو با ان با این میاره. خب اما ان به معنای ازم هست. خب نکته ای که وجود داره این هستش که خیلی از بچه‌ها مثلا فرق این ان که به معنای از هست با منی که به معنای از هست چیه. خب یعنی تفاوت این دوتا چیه. تفاوت عمدهشون اینه بچه ها، من هم در امور مادی استفاده میشه، لازم مثلا برای نشون دادن مبدأ از من استفاده میشه، مثلا میگم انا سافرت و من تهران. خب ولی هیچ وقت نمیگیم انا سافرت و ان تهران. خب چون هیچ وقت ان جنبه مادی نداره، ان جنبه معنوی داره. خب ولی من هم به معنای معنوی به کار میره، از معنوی یا امور غیر مادی، و هم در امور معنوی. مثلا میگه هازا من فضل ربی، این از محبت پروردگارم است. ببینید من رو اینجا در مورد امور معنوی به کار برده، موقعی هم که میگه انا سافرت من تهران من رو در رابطه با امور مادی به کار برده. اما ان همواره و همواره و همواره در مورد امور معنوی به کار میره. مثلا شما میخواهید بگید که آقا مثلا من این نکته خیلی مهم رو در رابطه با سبک زندگی از پدر بزرگم یاد گرفتم، این یه امر معنوی. اینو نمیگید انا اتعلم و هازا من جدی. خب میتونیدم بگید من جدی ها، چون من رو میتونید در حوزه های غیر مادی هم به کار برید، ولی قشنگش اینه که بگید انا اتعلم و هازا، من این را یاد گرفتم، ان جدی، از جدم. پس ان تفاوت با من موقعی که معنای از داره این هست، من هم برای مادی به کار میره هم معنوی، اما ان فقط برای امور معنوی به کار میره. خب الان مثال اولش رو نگاه کنید، میگه و هو الذی یقبل التوبه عن عباده، او کسی است که توبه را از بندگانش قبول می‌کند. ببینید اینجا من رو هم میتونست بیاره، چون من هم مادی هم معنوی، اما ان فقط برای امور معنوی. توبه هم یه امر معنوی، یک پشیمونی، حالت جسم و جسد مادی نداره. خب و یعفو عن سیئات، و از گناهانشان میگذرد یا گناهانشان را میبخشد، در میگذرد. خب ببینید باز دوباره یعنی ان اومده اینجا، بغلش این سیئات اومده که امر معنوی هست، فلزام میشود چی بچه ها؟ میشود جار و مجرور. پس اینجا شما دو تا جار و مجرور، یکی ان عباد، هی رو نمیگیرید و بچه ها سوتی ندید فرد تو امتحان، و یکی هم ان سیئات. هی نقشش چیه بچه ها؟ به من بگید ببینم هی نقشش چیه؟
عباده از بندگانش. هی نقشش چیه؟ فقط تو کلاس های باقری هست. آفرین سمیر، آفرین علیزاده، ایزدی، آفرین باری کلا. نقشش مضافون الیه. ایزدی حیف که کلاس حضوری نیست، وگرنه من میدونستم با تو چیکار کنم. مروت مضافون الیه، همه اینا نقششون مضافون. عباده بندگان او، بندگان مال او. دوست عزیز دلی که فرمودند فاعل، یا دوست عزیزی که فرمودند مفعول و دو نفر هم بیشتر نبودن، یه سوال من رو جواب بدن. فاعل همیشه بعد از فعل میاد، نشانش هم او و اونه و این هاست. الان یقبل و توب و مفعول هم بعد از فعل میاد، نشانش توبه. اینجا مفعوله، فاعلتون هم ضمیر مستتر هو است. خب بریم بعدی. و ازا سألک عبادی انی، و هنگامی که ایرادی نداره هر شجا، و هنگامی که بندگانم از تو درباره من میپرسند، درباره من. ببینید انی اینجا دیگه درباره معنی پیدا میکنه. فلذا ان حرف جره و ای مجرور به حرف جره، باز دوباره همون نکته، ضمایر اسمن و مجرور به حرف جر قرار میگیرند. خب بریم بعدی. میگه که که، که هم حرف جر هست. بارها این که رو خوندید، که به معنای مانند هست و معنی چی پیدا میکنه؟ حالت جار و مجرور پیدا میکنه. مثال میگیم العالم بلا عمل کشجر بلا ثمر، عالم بی عمل مانند درخت بی میوه است. کل شجر که حرف جر و شجر که اسم بعدش هست میشود چی بچه ها؟ مجرور به حرف جر. پس یه بار دیگه تکرار میکنم، که به معنای مانند یک حرف جر محسوب میشه، یک حرف جر محسوب میشه. و عرض به حضورتون که چی میخواستم بگم، بله دیگه، میشود ترکیبش جار و مجرور. الان اینجا رو نگاه کنید، فضل العالمه علا غیره که فضل نبی علا امته. الان نگاه کنید بچه ها، لطفا حواستون باشه، سوالا رو همه رو جواب خواهم داد، نگران نباشید. میگه فضل العالم علا غیره. ببینید علا غیر جار و مجرور، چرا؟ چون علا خوندید حرف جره. که فضل باز دوباره جار و مجرور، چون که حرف جره. علا امت باز دوباره چیه بچه ها؟ بفهمید حرف جره. پس قشنگ دقت کنید اینجا انواع اقسام حروف جر رو چی بچه ها دارید و میتونید کامل چی ببینیدش. خب بریم سراغ سوالات دوستان. من سوالات رو یه خود از بالا شروع کنم به جواب دادن، کسی هم اگر سوال داشت سوالش رو بپرسه. من هنوز نکات ریزش رو نگفتم، دو تا نکته میگم و بعد میرم سراغ متن درس. خب آقای حامدیان یه سوال پرسیده بودن، آقا این حروف اضافه با هر نوع فعلی میتوانند بیایند یا بعضی ها خاص هستن؟ مثلا یک حرف اضافه با یک فعل خاص. ببینید آقای حامدیان عزیز، حروف جر مثلا فعل های فریزال نیستن. مثلا ما تو زبان عربی یه سری فریزال ورب داریم که اینا رو میگیم مثلا فعل هایی هستن که با یه سری حروف میاد، مثلا تیک آن، تیک آف، یا عرض به حضورتون گیواب. اینها این به اون معنا نیست، اینو با اون قاطی نکنید. خب یا مثلا موقعی که ما میگیم که ذهب الا، خب این به اون معنا نیست. خب ما توی بحث جار و مجرور ارتباط یک حرف اضافه با فعل برامون موضوعیت نداره، گرچه این بحث در زبان عربی مطرح میشه، اما توی بحث جار و مجرور ارتباط فعل با حرف برامون مهم است، ارتباط یک حرف با اسم بعدش مهمه برامون. مثال رو دقت کنید، مثلا اینجا بنویسمش که شما راحت تر ببینید به جای اینکه بخواید تصورش کنید. تکستم کو این هاشش. خب مثلا میگم ذهب تو الا، ای بابا الا، و این میخواد با ما بازی کنه، ذهب تو الا المدرسه. خب ببینید بچه ها، الان شما توی این جمله خب میتونید دو جور نگاه کنید. یه خوردم ریز شد واقعا، یه خورده این نوشتارش سخته. خب ذهب تو الا المدرسه. ببینید شما الان این الا رو میتونید دو جور بررسی کنید، یکی از باب ارتباطی که با فعل ذهب تو داره، یکی هم از باب ارتباطی که با اسم بعد خودش مدرسه داره. خب توی بحث جار و مجرور ارتباط اون حرف با فعل قبلش برامون مهم نیست،
ارتباط اون حرف با اسم بعدش برای ما مهمه. لذا نکته ای که وجود داره این دوتا رو با هم قاطیش نکنید. ارتباط حرف با اسم و با ارتباط حرف با فعل. این دوتا با هم قاطی نشود. اوکی خب این هم از این. بریم سوال بعدی دوستان. سوال رو من دارم دونه دونه از بالا جواب میدم. آقای رحمتی حواسم به سوال شما هست. سوال شما رو جواب خواهم داد چون نکته انتهایی بحثمه. خب آقای چراغی عزیز به به میگن که اگر توی یک گزینه دو تا جار و مجرور باشه و یک و بگه جار و مجرور رو بگو فرقی بینشون نیست نه دیگه. اگر شما یک سوال داشته باشید بعد مثلا اومده باشه یه متن داده باشه توش مثلا 3 تا 4 تا جار و مجرور باشه و گفته باشه جار و مجرور رو بگید ولی فقط اون یکیشو آورده باشه هیچ فرقی نمیکنه، اون جار و مجرور فقط باید درست انتخاب بشه. خب آقای تولق یه بار دیگه ان رو توضیح بدیم. ان یکی به معنای از، یکی به معنای درباره است. توی دربارهش مشکلی نداریم اما در رابطه با ازش حرف داریم. من هم معنای از داره. پس سوال تفاوت ان و من چیه؟ من هم در امور مادی و هم در امور غیر مادی به کار میره اما ان فقط در امور غیر مادی به کار میره و معنای از داره. آقای صادقی فرمودن آیا در زبان عربی تشبیه داریم یا نه؟ ببینید بچه خیلی رک و پوسکندش این هستش که شما تمام آرایه های ادبی رو در همه زبان ها دارید. خب دلیلش هم این هستش که در بسیاری از مواقع در اکثر مواقع اصلا زبان از معنا جا میمونه. خب یعنی زبان توان، فلسفه زبان نمیخوام بگم بچه ها، الان هم زمانمون کمه فقط خیلی خلاصه نمیخوام برم تو حاشیه. زبان از معنا جامده، یعنی ابزاری که زبان در اختیار من قرار میده تا من بتونم معانی مد نظرم رو بیان کنم عرض به حضورتون که کم هست. برای همین میرم سراغ این که دایره معنای زبان رو گسترده کنم و معانی جدید خلق کنم که برای خلق این معانی جدید توی زبان آرایه های ادبی به وجود میاد. مثال الان داره بارون میاد، حال من خیلی خوبه با این بارون. خب بعد میگم خدایا اینو چجوری بگم؟ خب این حال خوبمو، زبان نمیتونه این رو توضیح بده. خب حال خوب منو، من میام آرایه درست میکنم، میگم این اشک آسمانه، اشک شوق آسمانه که زمین رو تو حال اردیبهشت دیده. خب اینجا داره آرایه ایجاد میشه. این حس رو شما تو تمام آدمهای روی زمین دارید. آدمهای روی زمین هم به زبانهای مختلف حرف میزنن، پس همشون میرن شکلهای ادبی و بیانی مختلف رو در زبانهای مختلف درست میکنن. این یه نکته. پس بنابراین آرایه های ادبی در همه زبانها هستن، میخواد تشبیه باشه، استعاره مکنیه باشه، استعاره مکنه باشه، هر چی میخواد باشه تو همه زبانها هستن، جناس اینها هم غیره. نکته دومش فقط در رابطه با زبان عربی این رو مد نظر داشته باشید که زبان عربی زبان سرآمد در بحث آرایه های ادبی، یعنی قوی ترین کتاب ها تو حوزه های آرایه های ادبی کتابایی هستش که توسط عرب زبان ها حالا متاسفانه یا خوشبختانه نوشته شده. خب دیگه بیشتر از این توی حاشیه گیر نکنیم، بریم جلوتر. میدونم که صادقی به شدت تشنه علم هست و دوست داره که من برم به حاشیه، ولی خب نمیتونم متاسفانه بیشتر از این برم. ان رو که دوباره توضیح دادم دیگه. آیا مروقت کنیم سوال شما قدیمیه؟ چون یکی از دوستان سوال پرسیده بود توضیح دادن، فکر کنم اشکال شما هم برطرف شد. خب آقای فیوزی میگن توی این قواعد، خب توی این قواعد حرف اضافه حرف جر محسوب میشود و اسم بعدش مجرور به حرف جر هست. بله آقای فیوزی دقیقا همینه. فقط یه نکته یادتون باشه، هر حرفی در زبان عربی حرف جر نیست. مثلا به عنوان مثال انه یه دونه حرفه اما کو جزو حروف جر بود؟ نه جزو حروف جر نیست. حروف جر مهم همین هست، اینا رو باید حفظ کنید. خب یعنی مثلا انه رو، انه رو یا مثلا کنه رو ما هیچ وقت اینا رو حرف جر نمیدونیم. پس از این جهت عذر میخوام، موضوعیت داره که حتما 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 برید حفظ کنید که حروف جر کدوم ها هستن. خب بریم جلوتر. سوال بعدی میگن من شنیده بودم که تعداد حروف بیشتر است و تعدادش داره و تعدادش 11 تاست. درسته تعدادشون خیلی بیشتر از 11 تاست های وتر، ولی خب فعلا ما در حد کتاب درسی میخواییم دیگه، بیشتر از این نمیخواییم که. خب دوستان هم یه خورده در رابطه با برخی از حروف جر علی ظاهر ذوق زده شدن، دهنشون آب افتاده.
بریم بعدی. میگن استاد تستشون نمیشه که صحبت میکنید تا شب. چی؟ استاد؟ خب همتون رد دادید دو بچه ها، اون قرنطینه داره بهتون فشار میاره. خب آها، آقای صادق گفتم که نمیشه دو تا حرف جر برای یک اسم با هم بیاد. نه نمیشه هیچ وقت دو تا حرف پشت سر هم نمیاد و هر اسم هم یه دونه حرف جر خواهد پذیر و قاعدتا دیگه با توجه به نکته‌ای که گفتم. خب بله، بعد از جار اولین اسم میشه مجرور. خب بچه‌ها یه کوچولو حواس بدید، من یکی دو تا نکته رو براتون عرض کنم و مطلب قواعدیش رو جمع کنید. خب ببینید بچه‌ها، لطفاً همه حواستون اینجا باشه، مطلب مطلب مهمیه. آریان جان، آقای چراغی، آقای ایکس، آقای ایلک، همه دوستان عزیزم حواستون توی کلاس. ببینید ما اگر خاطرتون باشه اومدیم با هم دیگه موقعی که نقش ها رو میخوندیم میگفتیم نقش ها چجور اعتراف میکنن، کلمات اعتراف میکنن که آقا من فلان نقش رو دارم. یعنی چی؟ مثلا میگفتیم جا علیون، میگفتیم این اون بالای علی خودش داره داد میزنه که آقا من فاعلم. با شوخی هم میگفتیم خودش داره به توی که داریم تست میکنیم که او فاعل منم. خب یا مثلا اونه رو میگفتیم این نشانه فاعله. مثلا موقعی که میگفتش که ذهب المؤمنون الی المسجد، اون اونه ته مؤمن داره میگه آقا حواست باشه خود من فاعلم. و بهتون گفتم این نشانه ها تو 90% موارد هستن، حالا یه 10% هست که نیستن و شما باید یه جاهایی از ترجمه هم کمک بگیرید. و واسه همین گفتم که سعی کنید ترکیب ترجمه و عرض به حضورتون قواعد رو همیشه کنار هم دیگه چی بچه ها داشته باشید. خب چیا رو تا الان گفتیم؟ چه نقش هایی رو با علامتاشون؟ نقش اولی که در موردش صحبت کرده بودیم بچه ها فاعل بود. خب بذارید من تختم رو باز کنم بچه ها، یه تخته فکر کنم بتونم وا کنم. خب آره بذارید تخته بنویسمش، اینجا جا نمیشه، دست سلیقگی میشه. خب دقت کنید دوستان. خب ببینید ما اومدیم گفتیم که فاعل داریم و بعد اومدیم گفتیم توی فاعل خب نشانمون او و اون چرا من دارم کج می نویسم واقعا، اونه در جمع مذکر سالم و آنه در اسم مثناست. درسته بچه ها؟ خب پس یه بار دیگه تکرار میکنم، توی فاعل او و اون، اونه و آنه. مثال میزنیم جا علیون، جا معلمونا، جا المعلمون، جا معلمان. خب پس ببینید دقیقا این اتفاق توی بحث فاعل میفته. بعدیش چی بود که با هم خوندیم؟ بحث مفعول بود بچه ها. توی مفعول هم گفتیم نشانه مفعول بودن او و ان، یعنی تنوین او و ان هست، ا و ان. خب و همچنین اینه توی جمع مذکر سالم و عینه در مثنا هست. خب مثال میگفتم رأیت علیاً، علی را دیدم. رأیت ابنا، پدرمان را دیدم. رأیت معلمین، معلمها را دیدم. رأیت معلمین، دو معلم را دیدم. پس این هم میشه نشانه مفعول. و بهتون گفتم 90% موارد با همین نشانه ها میاد یه دونه اسم. خب حالا الان میخوایم در رابطه با چی صحبت کنیم؟ شما آقای قبا الان به ما گفتید جار و مجرور. خب این یعنی چی؟ یعنی ما یه دونه نقش داریم به نام مجرور و حرف جر. نکته اول دقت کنید، حروف در زبان عربی، یک بار دیگه تکرار میکنم، حروف در زبان عربی نقش ندارن. پس جار که اسم اون حرفه هست نقش محسوب نمیشه. یه بار دیگه تکرار میکنم، خیلی مهمه، حروف در زبان عربی نقش ندارن. تو فارسی هم همینه. یعنی شما مثلا موقعی که میگید متمم اون اسمه رو میگید، با اون میگید حرف اضافه، حرف اضافه بودنم نقش نیست، میگید حرفه. خب پس حروف نقش ندارن، به خاطر همین توی جار و مجرور اون جاره که اون حرف هست اصلا نقش محسوب نمیشه و سلام تمام. خب حالا اون اسم بعدیش که بهش مجرور یا مجرور به حرف میگن اون نقشه. درست شد؟ پس جار نقش نیست اما مجرور نقش چی بچه ها هست، یا مجرور به حرف جار. خب حالا
نکته مهم اینه وقتی میگیم مجرور نقشه شما همون اول بسم الله میپرسید خیلی خوب آقای قاد چطور فاعل و مفعول نقش بودن و تو گفتی نشانشون چیه؟ اون مجرور به حرف جر هم بگو نشانشون چیه؟ دقیقا میخوایم اینو بگیم توی مجرور به حرف جر شما نشانتون ا و انه. خب مثلا جلست و علا منزدتن روی میزی روی صندلی نشستم منزدتن. خب یا جلست و علا منزدت علل منزدت ته اه میدید بهش. نشانه دو نشانش توی حالت جمع هم اینه همون اینه و اینه. از پشه هم یواش یواش دارن میان ها بچه ها دیگه داره یواش یواش هوا ها گرمشه. پس اینه و اینه هم با هم دیگه چی هم بچه ها؟ اسم هستن و حرف جد بچه ها. من تلفن منزل داره زنگ کار بعد یه تلفن رو جواب بدم الان بعد ببخشید بچه ها آزش میخوام ازتون. خب پس ببینید ما یه دونه اینه و اینه بود که این رو هم براتون عرض کردیم. خب یه لحظه صبر کنید. آها من رشته کلام قطع نشه. پس توی جار و مجرور چه اتفاقی میفته؟ یه لحظه بچه ها حواس بدید من. توی جار و مجرور جار نقش نیست بذاریدش کنار، مجرور به حرف جر نقش هست. یا ا و ان میگیره یا اینه و اینه میگیره. اینه و اینه چی هستن بچه ها؟ بفرمایید. نشانه هایی هستن که توی مجرور به حرف جر در صورتی که جمع یا مثنا باشن به کار میره. پس این هم یه نشانه است. خب یه لحظه فقط صبر کنید بچه ها. حالا گفتیم تو 90% موارد جواب میده دیگه. تو اون جایی که جواب نمیده چه با اون جایی که جواب نمیده مثل ضمیرها. مثلا من موقعی که میگم لکه که ضمیره و به خاطر همون له میفهمم چیه بچه ها؟ مجرور به حرف جر هستش. یا توی لهو هو ضمیر هست. هیچ وقت هم هو و هه نمیشه. بنابراین اونجا هم به همون قرینه ترجمه یا با نگاه کردن به حرف جر میفهمم چیه بچه ها؟ میفهمم که اونجا هم مجرور به حرف جر دارم. خب آقای دوستان سوال بله مرفوع منصوب میفهمم که به این میگن مجرور. تو مثال صفحه 77 اون نون که هست شده نون وقایه هست. صفحه 77 بذار به کتاب برگشتم یادآوری کن به محمدی. خب الان کسی هست نفهمیده باشه منظورم از نشانه های مجرور به حرف جر چیه؟ خب حالا ظاهر همه متوجه شدن. خب پس حالا بیاید بریم برگردیم به کتاب درسیمون. خب ببینید بچه ها پس یه زحمتی میکشید الان کنار کتاب درسیتون این نکات رو یادداشت کنید. نکته اول حروف هیچ نقشی ندارند. حروف هیچ نقشی ندارند. حروف هیچ نقشی ندارند. بنابراین جار بودن نقش محسوب نمی شود. بله دقیقا یکی هستن آیه سعیدی نژاد. نکته دوم نشانه های مجرور به حرف جر دو نقطه جلوش ا و ان اینه و اینه. ا و ان اینه و اینه. این هم نشانه های مجرور به حرف جر. ا و ان اینه و اینه. یه بار دیگه ا و ان اینه و اینه. این هم شد نشانه های مجرور به حرف جر. اوکی بچه ها حالا بریم نکته آخرمون. نکته آخر و بسیار بسیار مهم این درسمون این هست بچه ها. ببینید فاعل و مفعولی که عرض کردیم قبلا گفته بودیم فاعل آقای مروت بپرسن فاعل و مفعول یه بار دیگه توضیح بدید. فاعل و مفعول رو قبلا عرض کرده بودیم ماجراش چی هست. گفتیم فاعل نقشی که بعد از فعل میاد کننده کاره، مفعول نقشی که بعد از فعل میاد و پذیرفتن کاره. خب حالا فاعل یه سری نشانه ها داره او و اون، آنه و اونه. مفعول هم یه سری نشانه ها داره او و ان، اینه و اینه. خب آقای سالارخان میپرسن اینه برای چی بود؟ اینه برای جمع مذکر سالم بود. غیرهو میم ه مضافون الیهو هش مضافون الیه سای فخر. خب
حالا دقت کنید دوستان، نکته آخری که باید براتون توضیح بدم این هست، این نکته آخر رو هم بگیم خیالمون راحت بشه. آقای رحمانی سوال خوب پرسیدن و ما میخوایم همون سوال رو یه خورده بازش کنیم. ببینید بچه ها، یادش بخیر، قبلا ها دور هم جمع میشدیم توی کلاس با هم درس میخوندیم، الان میخوایم برگردیم به اون دوران و یادی از اون دوران با هم داشته باشیم. ببینید بچه ها، موقعی که ما با همدیگه داشتیم بحث جمله اسمیه رو میخوندیم، گفتیم که یه دونه مبتدا داریم یه دونه خبر، درسته بچه ها؟ این رو براتون من کامل مفصل توضیح داده بودم توی هر دوتا کلاس تجربی و عرض به حضورتون ریاضی، مبتدا و خبر. خب حالا نکته مهم چیه دوستان من؟ نکته مهم این هست که اومدیم گفتیم خبر سه جوره. خب خبر نوع اول خبری بودش که اصطلاحا بهش میگفتید خبر مفرد. مثل چی؟ مثلا میگفتم علیون تلویزیون، علی دانش آموز است، تلویزیون میشد خبر از نوع مفرد. خب نوع دومش خبری بودش که بهش میگفتیم شبه جمله، مثلا میگفتیم علیون فی الصف، علی در کلاس است. خب و فی الصف میشد براتون چی بچه ها؟ میشد خبر از نوع شبه جمله که ترکیب یه دونه حرف بود با یه دونه اسم. خب و دو سومین خبر هم خبر از نوع جمله فعلیه بود. یه نوع چهارم هم داشتش، گفتیم فقط مخصوص کلاس استاد بزرگ آقای قباه و توی هیچ جای دیگه پیداش نمی‌کنید، اون خبر از نوع جمله اسمیه که دیگه اصلا با اون کار نداره. پس سه نوع خبر بود، یا خبرم مفرد بود، یا یه نوع شبه جمله بود، یا خبرم یه نوع جمله فعلیه بود که مثلا میگفتم علیون ذهب الی المدرسه، که ذهب که یه نوع فعل بود میشد خبر من برای اون علی. خب حالا دقت کنید چی میخوام بهتون بگم. ما اومدیم تو همون کلاسمون یه نکته ای رو عرض کردیم، گفتیم بچه ها گل پسرا یه نکته ای وجود داره، دو نوع خبر هستن که برای ما چی هن؟ نکته داشتن و رو اونها تاکید کردیم، یکی خبر مفرد بود و یکی هم خبر شبه جمله بوده، این شبه توش پر میاد. خب یکی خبر مفرد بود، خب و یکی هم خبر شبه جمله بود. چی گفتیم درباره اینها؟ گفتیم این خبرها دقیقاً معادل با مسندن. خب یعنی مثلا میگفتم علی دانش آموز است، دانش آموز که مسند بود همون دانش آموز هم میشد به این خبر مفرد. و اومدیم توی خبر شبه جمله گفتیم یه چیزی داریم شبیه مسند چی بچه ها؟ متممی، که گفتیم چنین چیزی نداریم ولی اینو ما فارسی به خودمون درست کردیم، مسند متممی. مثلا گفتم علی در کلاس است، در کلاس با هم دیگه انگار یه جوری میشد برای من چی بچه ها؟ میشد مسند. خب حالا نکته چیه؟ چی میخوای بگی آقا؟ خب اینا رو گفته بودیم قبلا. نکتهش اینه، الان من به شما یه جمله میدم، مثلا میگم که مقبرت و کوروش، جمله هم رو قشنگ دقت کنید، جمله پارسال آزمون نشانه هم همین بود، مقبرت و کوروش خب مقبرت و کوروش فی مثلا مثال شیراز. خب میگه قبر کوروش در شیراز است، خب فی شیراز، خب فی شیراز. خب میگه قبر کوروش در شیراز است. مقبره که میشه بعد مبتدا، فقط مبتداتون اینه بچه ها. خب کوروش هم میشه بعد مضاف الیهتون. خب حالا فی شیراز رو نگاه کنید بچه ها، مسند متممیه، قبر کوروش در شیراز، این خبره از چنوعی از نوع شبه جمله. حالا نکته ای که وجود داره، خود فی شیراز به تنهایی و بدون در نظر گرفتن ارتباطش با قبر و کوروش می شود جار و مجرور. پس اگر زیر یه دونه مثلا خبر هم نوشته بودن خبر شبه جمله، هم نوشته بودن جار و مجرور، تعجب نکنید. فی شیراز در مقایسه با مقبرت و کوروش می شود خبر، که همون مسند متممی هم هست، درست های سعیدی؟ حالا از اون ورد فی شیراز به تنهایی می شود جار و مجرور، درست شد بچه ها؟ آها آقای رحمانی خیلی خوب سوال می پرسید، من حتما به این مستمر شما یه نمره خوب در نظر می گیرم. میگه آقای قبا دقیقا من منتظر بودم یکی این سوال می پرسید، باز خود رحمانی پرسید، آفرین رحمانی. آقای قبا شما توی کلاس به ما گفتی که هر کلمه یک نقش می گیره، آفرین علیزاده، علیزاده هم پرسید. چطور اینجا میای به فی شیراز دو تا نقش در نظر می گیری؟ قشنگ دقت کنید سوالشون رو. ببینید ما گفتیم در زبان عربی هر کلمه یک نقش، هر نقش برای یک کلمه، هر کلمه هم داره یک نقش. الان چی شد که فی شیراز رو میای مثلا دو جور در نظر بگیرید؟ دقت کنید،
من الان فرزند آقای قبام، خب پدر فرزندم هستم، شوهر همسرم هم هستم. من اینجا چند تا نقش دارم؟ سه نقش دارم. اما سوال، آیا سه نقش رو در یک ارتباط دارم یا در سه ارتباط متفاوت؟ در سه ارتباط متفاوت سه نقش متفاوت دارم، درسته؟ بنابراین من در ارتباط با پدرم فرزندم، در ارتباط با همسرم شوهرم، در ارتباط با بچه خودم هم پدر هستم. درست شد بچه ها؟ یعنی ارتباط های مختلف، نقش های مختلف. این که گفته میشه هر کلمه یک نقش داره، دلیل اصلیش این هستش که تمام کلمات اصولا یک ارتباط بیشتر درشون قابل رؤیت نیست، یعنی چون تک ارتباطن یه نقش هم بیشتر نمیتونن داشته باشن. اما خبرهایی که حالت جار و مجرور دارن، مگر نه اینه که خودشون دوتا کلمه هن بچه ها؟ خودشون دوتا کلمه هن. یه موقع من اون دوتا رو قلفتی با هم دیگه با کل جمله مقایسه میکنم، میگم خبر، میگم خبر. اما خود این دوتا کلمه است دیگه، فی و شیراز، این دوتا رو که با هم مقایسه میکنم میگم جار و مجروره. پس هر وقت این چیزی دیدید تعجب نکنید. یه جا آمده فی شیراز رو به لحاظ ارتباطات درونی خودش، یعنی بین فی و شیراز مطالعه کرده، گفته جار و مجرور. یه بار آمده کلش رو قلفتی یه کاسه کرده، گفته چیه؟ خبره. درست شد بچه ها؟ پس بنابراین حواستون به این نکته باشه. تقریبا میشه باش که بحث همون سلاخ بودنه، ولی خب نه به اون دقت، ولی آره هم بله دقیقا همینه. خب بذار من فهمیدم سوالی کسی داره از دوستان. آریان جان چی گفته؟ آقا مگه نگفتی تیو رو باید نقش رو به حرف اول بدیم؟ نه اشتباه نکنیم. آقا بچه ها دقت کنیم، سوال آریان هم سوال خوبی، از اون سوال های رحمانی پسنده، یعنی سوالش سوال رحمانی خوب. میگه آی قبا شما گفتید توی گروه نقش رو باید بدیم به کلمه اول، الان چرا مثلا تو فی شیراز نقش خبر رو نمیدید به فی؟ خب دو تا نکته. نکته اول که همین دو دقیقه پیش عرض کردیم، گفتیم حروف نقش نمیگیرن در زبان عربی و در هیچ زبان، تو زبان انگلیسی هم نمیگیرن، تو زبان عربی هم نمیگیرن، تو فارسی هم نمیگیرن. پس اگه بخوام به فی به تنهایی بگم خبر، اصلا یه حرف اشتباهیه. مضاف بر این که فی که به تنهایی خبری ارائه نمیده، من میگم قبل کوروش در، خب اینجا شما نمیگید در چی؟ چون جمله کامل نیست، خبر جمله رو کامل میکنه. این نکته. نکته دومش، من نگفتم توی هر گروه کلمه‌ای نقش رو بدید به کلمه اول، خب که چندان که خود آقای صادقی هم نوشته بدید به حرف اول، نه. گفتیم اگر یک گروه اسمی داشتید مثل همین مقبره و کوروش، نقش رو بدید به اسم اول. در یک گروه اسمی نقش برای اسم اوله، مثل مقبره و کوروش. یا مثال دیگه این هستش که میگم انا عرض به حضورتون که فتحت و باب غرفت ابی، من درب اتاق پدرم رو باز کردم. باب غرفت ابی رو شما میخواید تو فارسی با هم یه جا مفعول بگیرید، گروه مفعولیه، گروه اسمیه، اما میدیمش به اسم اول. باب به تنهایی میشه و چی بچه ها؟ مفعولتون. پس یادتون باشه تو گروه های اسمی میدیم به اسم اول، نه در هر گروهی به کلمه اول هر چی که بود نقش رو بدیم، مثلا حرف هم بود بدیم، نه اینجوری نیست. خب این هم از این. خب حروف نقش ندارن عرض کردیم. آقای حامدیان، آقا اگر این دو جا به جا بشن ایراد ندارن، خبر اولشون رو بیاد و مبتدا دوم رو عرض خواهم کرد. اگر علی در ابتدای جمله قبل از اسم بیاد چی؟ یعنی مثلا فی الغرفه علی و مفعول نیست. اینو الان توضیح خواهم داد، هم سوال آقای حامدیان هم سوال آقای محمدیاری، سوال دیگه ای نیست. خب بچه‌ها یه سری همتون رگباری به من اوکی بدید. کسانی که نه ببخشید، کسانی که مطلب رو نگرفتن، ببخشید، کسانی که مطلب رو نگرفتن و مسئله دارن یه دونه مثبت بزنن برای من توی این چت. کسی که مطلب رو نگرفته، نه کسی که گرفته. خانم کسی هست مطلب رو نگرفته باشه یا نه؟ کسانی که نگرفتن یه دونه مثبت بزنن. خب گرفتن. خب آن مروت میگن نگرفتن. تاهباز اسماعیلیان. خب آقای نشاطی کجای مطلب رو نگرفتید؟ بفرمایید توضیح بدم براتون. میخواید میکروفونت رو باز کنم که بتونی حرف بزنی؟ آقای نشاطی کجای نشاطی؟
به من توضیح بدید کجای مطلب رو نگرفتید؟ یعنی این همه آدم نگرفتید؟ الان ما داریم یعنی قد حرف میزنیم فقط به خودمون تولا اسماعیلیان که نشد که. خب آقای ولیزاده یه چیزی تایپ کردید، من متوجه نشدم چی تایپ کردید. اونجایی گفتم اسم دوتا نقش نمیگیره. یه دقتی بکنید، هر اسم یک نقش داره در زبان عربی توی جملات و هیچ اسمی دوتا نقش چی بچه ها نمیگیره، فقط یک نقش میگیره. خب حالا الان شما سوالتون این هست آقای قبافی شیراز رو چرا بهش دوتا نقش دادی؟ هم گفتی جار و مجرور، هم گفتی خبر. خب یعنی ایراد از اینجا شروع شد. گفتم ببینید بچه ها، این که ما میگیم یک اسم یک نقش بیشتر نمیگیره به این جهت هستش که یک اسم فقط یک ارتباط داره. خب اما اگر دو ارتباط پیدا کرد، یعنی با دو چیز رفت پیدا کرد، ما میتونیم به ازای هر ارتباط بهش یه دونه نقش بدیم. مثالم رو باز تکرار میکنم، من نسبت به مادرم نقشم فرزندم، نسبت به همسرم نقشم شوهره، نسبت به فرزند خودم نقشم پدره. من سه نقش دارم اما نه در یک جهت و در یک ارتباط واحد، در سه ارتباط متفاوت. یعنی یه موقع طرف ارتباطم مادرم، میشم فرزند. یه موقع طرف ارتباطم همسرم، میشم شوهر. یه موقع طرف ارتباطم فرزندم، میشم پدر. درسته؟ خب حالا همین قصه توی کلمات هم هست. کلمات غالبا یه دونه ارتباط بیشتر نداره و اون ارتباطشون با کل جمله است و واسه همین میگیم فاعل، میگیم مفعول، میگیم مضاف الیه الی آخر. درسته؟ اما اگر یک کلمه اگر بتواند دو ارتباط برقرار کند، میشود به ازای هر ارتباط یه نقش بهش داد. الان همین جمله که روی وایت بورد هست رو نگاه کنید، مقبره تو کوروش فی شیراز. فی شیراز خب دو ارتباط داره، یکی ارتباطش با کل جمله هست، یعنی ارتباطش با این مقبره تو کوروش فی شیراز چیه؟ اینجا میگم خبر. اما همین فی شیراز خودش دو کلمه است دیگه. این فی شیراز به لحاظ ساختار درونیش ارتباطی که این دو کلمه با هم دارن چیه؟ جار و مجرور. پس دو ارتباط داریم، دو نقش داریم، اما نقش اصلیش نسبت به جمله خبره، اما نقش فی و شیراز نسبت به هم دیگه میشه جار و مجرور. بله یه مفعول است. بسیار عالی، فکر کنم مطلب واضح شد. خب یه سوال حامدیان و یکی از بچه های دیگه پرسیدن، اون سوالتون رو تکرار کنید، من از ذهنم پرید خواستم این سوال رو جواب بدم. آیا حامدیان و یکی از دوستان دیگه پرسیدن، اون سوال رو بگید پیداش هم نمیکنم، هر چقدر بالا پایین میکنم. آها جایی که خبر چیز جابجاش. خب الان توضیح خواهم داد. خب یه دقت کوچولویی بچه‌ها بکنید، من دیگه مطلب رو جمعش بکنم، بیشتر از این کش پیدا نکنم. بچه‌ها فقط زنگمون تا ساعت چنده؟ این رو من بفرمایید سریعتر. ده و چهل بچه. خب خب بس بچه قشن شیشتونگ حواس بدید اینجا که میخوایم با تخته درس دادیم. خب ببینید بچه ها، توی یه دونه جمله اسمیه ساختار معمولی ما این هستش که اول مبتدا بیاد و بعد خبر بیاد. کسی فکر نمی کنم روی این اعتراضی داشته باشه. مثال هم بزنیم، مثال خیلی سادش اینه، مثلا میگم علیون. درسته؟ خب فل قرفه، علی می شود مبتدای من و فل قرفه می شود چی بچه ها؟ خبر من. اما گاهی اوقات این اتفاق میفته که شما میبینید یک جمله در زبان عربی دارید که خبر میاد اول جمله و مبتدا میره چی بچه ها؟ آخر جمله. یعنی خبر در ابتدای جمله قرار میگیره و مبتدا در انتهای جمله. درسته بچه های نه؟ خب به چه این حالتی اصطلاحاً میگن خبر مقدم و مبتدای مؤخر که قبلا هم خدمتتون توضیح داده شده. میخوایم مرور کنیم چه موقعی خبر و مبتدا جابجا میشه. دو شرط داره که هر دو شرط باید با هم بیان، یکیش به تنهایی کافی نیست. شرط اول اینه که مبتدای من خب بی ال باشه، یعنی ال نداشته باشه. خب و
و شرط دوم من این هست که خبر حتما باید از نوع شبه جمله باشه. خبر باید شبه جمله باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر من داشتم رجلون مبتدا بدون الف، دقت کنید رجلون مبتدا بدون الف، قلم من رو ببینید، و فدار و خبر هم شبه جمله بود، فدار خبر شبه جمله است، این جمله غلط و باید جای مبتدا و خبر عوض بشه. یعنی جمله باید بشه فداره یا فل بیته، حالا هر جایی که میخواید بگید، چی بچه ها؟ رجلون. در چنین حالتی رجلون میاد میشود مبتدای مؤخر و فداره میشود خبر مقدم. پس یه بار دیگه تکرار میکنم، اگر خبر از نوع شبه جمله بود و مبتدا نداشت، جای مبتدا و خبر چی میشه بچه ها؟ عوض میشه، که اصطلاحاً به این حالت میگن تقدم و تأخر خبر. اینو برای چی گفتن؟ برای این گفتن که یه موقع سوتی ندید، فکر کنید که این امکان وجود داره که مبتدا هم بیاد جار و مجرور شه. اساسا شما مبتدایی ندارید اول جمله که بخواد جار و مجرور شه، اول جمله همون خبر رو دارید اومده اول جمله. خب پس یادتون باشه گاهی اوقات اگر خبر من شبه جمله باشد، یعنی از نوع جار و مجروریش، و مبتدام ال نداشته باشد، این امکان وجود دارد که خبر بیاد اول جمله، مبتدا بده آخر جمله. خب اسم شخص بود، نه این اتفاق نخواهد افتاد. ببینید آیه رحمانی عزیز، دقیق این نکته این هستش که بگیم اگر مبتدا نکره باشد. من تا این مرتبه چون کتابای درسیمون ایراد داره و معرفه نکره شما تازه سال 11 هم میخوید، من مجبورم الان اینجوری بگم مبتدا اگر ال نداشته باشد یا اسم شخص نباشد جا به جا میشود. فرمایشون کاملا درسته. آها، آقای فخرالدین میگه که در جمله بالا علیون فل قرفه، علی هم باید جابجا بشه؟ نه، نه باید جا بشه. همین نکته آقای رحمانی، مبتدا یا باید بی ال باشه یا اسم خاص چی بچه ها؟ نباشه. یعنی اسم یک کس خاصی نباشه، اسم یک جای خاص نباشه، مثلا علی دماوند غیر ذلک نباشه. بنابراین اونجا نیاز نیست جابجا بشه چون اسم خاصه. نه دیگه آقای تاخبست، دقیقا همین فرمان شما درسته. خب آقای پاکرای میگه یه بار دیگه میشه نشانه های خبر شبه جمله رو بگید؟ خبر شبه جمله همون مسند متممیه، با همین عنوان در نظرش بگید، بقیهش هر دیگه هر چی بیشتر از این بگیم پیچیده‌اش داریم میکنیم. خبر شبه جمله همون مسند متممیه. خب تا اینجا اوکی بچه ها؟ خب ما تا 10:40 یا تا 10:45 بچه ها، اینو به من بگید لطفاً. خب خدامو چهل. خب نه، حتما باید عوض بشه. اگر یه چنین اتفاقی بیفته جای مبتدا و خبر حتما باید عوض بشه، حق نداریم بذاریم سر جاش باقی بمونه. خب بچه ها یه دقت کوچولویی داشته باشید، قواعد الان خدمتتون ارائه شد. خب ما علی‌ظاهر 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم، بذارید من روی همین فرمتی که آقای زندی ارسال کردن هم یه نگاه کوچولویی بندازم، خیالم راحت بشه. اما حالا اجمالا ما توضیحمون رو بدیم، این رو هم چک میکنیم. خب ببینید دوستان، ما الان قواعد رو عرض کردیم خدمتتون، نکته قواعدی خاصی مطلقا باقی نمونده. برای جلسه بعد میخوام کاری که انجام میدید، جلسه بعدم احتمال زیاد توی همین هفته خواهد بود و کار به هفته بعد نمیشه، تا 10:40، یعنی 2 دقیقه بیشتر زمان نداریم. حتما کلمات این درس رو حفظ کنید، تمارین این درس رو هم حل کنید. من جلسه آینده که توی همین هفته است و یک بعد از ظهر کلاس خواهیم داشت و اعلام خواهد شد، اول نصف کتاب درسی رو جمع میکنم و بعد میخوام براتون یکی دو تا مجموعه تستی تست حل بکنم. خب الان هم زنگ بعد یه مطالعه آزمون دارید. من 5 دقیقه بچه رو بیشتر نگهتون دارم. خب بچه ها میگن بله، کسایی هم که میگن نه اصلا مهم نیست. چی و آقای فتی علامت سوال زدید؟ صفحه قبل رو کدوم صفحه رو میخوای؟ این صفحه رو میخوای؟ کدوم صفحه رو میخوای؟
سفر رو به من بگید، من براتون واکنم. شمارش رو حداقل بگید آیه فتحی، فقط بجام. آها، تخت وایت بورد رو بستم بشه زم، متاسفانه اون دیگه کلن از بین رفتی. علیکم هم جار و مجرور دیگه، علا به علاوه ضمیر کمه. اگر توضیح دیگه این میخواهید بذارید آخر کلاس میستم جواب. خب بچه ها، من این متن رو میخوام براتون بخونم و ترجمه کنم. خب ترجمهش هم قرار نیست بنویسید، من فقط میخوام متن رو یه بار بخونم ترجمهش کنم که شما یه ذهنیت داشته باشید. ترجمهش که در اختیارتون هست تو کتاب خیلی سطح کتابای کمک درسی، فایلش هم فکر کنم تایپ شده دارم براتون بفرستم، راحت بتونید ترجمهش رو خودتون بخونید. یه خانواده نشستن یه فیلم دارم در مورد دلفین ها، همین، بیشتر از این نیست، فقط ترجمهش رو انجام بدم. برای جلسه بعد که میخواید بیاید سر کلاس فقط یه دو سه نکته قواعدی توش ببینید. خب حد درس و سابه درس هفتم، یا من فل بهار عجائبه، ای کسی که عجائبش در دریا هست. خیلی سریع، فل بهار جار و مجروره، همین، بیشتر از این نمیخوام بگم. یو شاهد و اعضاء الاسره فل من را ان دلفین، اعضاء خانواده فیلمی دل ربا درباره عرض به حضورتون دلفین میبینند. الذي درباره دلفینی میبینند، الذي انقذ انسانا من الغرق، که انسانی را از غرق شدن نجات داد. انقذ چیه بچه‌ها؟ فعله. و اوصله الى الشاطئ، و او را به ساحل رساند. خب فقط حواستون باشه ان دلفین و من الغرق اینجا جار و مجرورن، نکته های مبتدا خبر فعل فاعل مفعول هم داره، ولی چون درس اومده فقط نکته های جار و مجروریش رو میگم، بعدا حالا کاملش میکنیم. حامد یکی بچه خانواده، لا اصدق، باور نمی کنم، فعل نفیه. هازا امران عجیب، این پدیده ای عجیب است. یحیرنی جدا، شدیدن مرا تعجب زده می کند. الاب پدر. یا ولدی، ای پسرم، لیس عجیبا، عجیب نیست. لأن الدلفین صدیق الانسان فی البحار، زیرا دلفین دوست انسان در دریا هست. فی البحار جار و مجروره بچه، حواستون بهش باشه. صادق، اونم حالا یه فرزند دیگه خانواده است. تصدیقه صعب، باور کردنش سخت است. یا ابی، عرفنا علی هذا الصدیق، ای پدر ما را با این دوست آشنا کن. عرف فعل امر، عرفنا ما را آشنا کن، علی هذا الصدیق با این دوست. علی هذا دقت کنید جار و مجروره، علی حرف جر، هذا چی بچه ها؟ مجرور به حرف جر. خب بریم جلو. الاب پدر، لهو ذاکرتان قویتون، دارای حافظه قوی است. بچه ها قشنگ دقت کنید، حواس، لهو جار و مجرور، ذاکرتان مبتدا، یعنی ذاکره ال نداشه، رفت دوم، لهو خبرش به جمله بوده اومده اول، پس لهو میشود خبر مقدم، ذاکره میشود مبتدای مؤخر. قوی هم صفتشه، پس لهو خبرش به جمله مقدم، خبر مقدم، ذاکره مبتدای مؤخر، و کاملا میبینید ال نداره، قوی هم میشود صفتشه. و سمعه یفوق سمع الانسان عشر مرات، و شنواییش 10 مرتبه بالای شنوایی انسان است، یا میتونید بگید 10 برابر شنوایی انسان است. و وزنه یبلغ ضعفی وزن الانسان تقریبا، و وزنش به 2 برابر وزن انسان میرسد. و هو من الحیوانات اللبونه التي ترز و صغارها، و او از حیوانات پستاندار است که کودکانش را یا فرزندانش را شیر میدهد. الان دقت کنید، من الحیوانات هم باز چیه بچه ها؟ جار و مجرور. نورا، حیوان ذکی، یحب مساعدت الانسان، الیس کذلک، همانا او حیوانی باهوش است که کمک به انسان را دوست میدارد. الیس کذلک، آیا این گونه نیست؟ نعم، به تأکید، بله به تأکید، یعنی حتما. تستطیع الدلافین ان ترشدنا الى مکان سقوط طائرتن، میگه دلفین ها میتوانند که ما را به مکان سقوط هواپیما، او مکان غرق سفینتن، یا مکان غرق کشتی راهنمایی کنند. الام تؤدید الدلافین دوراً مهمن فی الحرب و سلم، مادر این رو داره میگه دلفین ها نقشی مهم در جنگ و صلح ایفا چی بچه ها میکنن، در جنگ و صلح ایفا میکنن. خب بریم جلوتر.
فی الحرب هم می شود چه بچه جارو مجرور و تکشف ما تحت الماء من عجایب و الاسرار و آنچه از عجایب و اسرار در زیر آب هست کش می کند و تساعد الانسان علی اکتشاف اماکن تجمع الاسماک و انسان را کمک می کند علی اکتشاف برای یا بر اکتشاف بر کشف کردن مکانهای اجتماع ماهی ها. باز دوباره نگاه کنید، علی اکتشاف می شود جار و منشور. بریم صفحه بعدی. خب رأيت الدلافين تؤدي حركات جماعية فهل تتكلم معا؟ میگه دلفین ها را دیدم که حرکات جمعی انجام میدهند. بله، من عجایب جار و مجرور. فهل تتكلم معا؟ آیا با همدیگر حرف میزنند؟ دقت کنید، معا یعنی با همدیگر. الام نعم، بله. قرأت فی موسوعة علمیه، موسوع یعنی دایره المعارف، در یک دایره المعارف علمی خواندم. چی خواندم؟ ان العلماء یؤکدون ان الدلافین تستطیع ان تتکلم به استخدام اصوات معینه. خواندم، بچه‌ها به قلم من دقت کنید روی متن. خواند، در یک دایره المعارف علمی خواندم که علما یا دانشمندان تأکید می‌کنند که دلفین ها می‌توانند با استفاده از صداهای معین سخن بگویند. خب الان فی موسوعه جار و مجروره. بچه قشنگ دقت کنید، به استخدامم جار و مجروره. اما ببینید انه با این که حرف هست اما جار و مجرور نیست، چون انه جزء حروف جر نیست. و انها تقنی کت تویور و مانند پرندگان آواز میخوانند و تبکی کل اطفال و مانند کودکان گریه میکنند و تسفر و تزحق و کل انسان و مانند انسان سوت میزنند و میخندند. ببینید کل انسان، کل طیور و کل اطفال هر سه جار و مجرورند، چون که حرف تشبیه بود و حرف جر. نورا، حل دلافین اعدام، آیا اون دلفین ها دشمن هایی دارند؟ باز دوباره دقت کنید، اعدا ال نداره، لدلافین هم جار و مجرور، پس اعدا میشود مبتدای مؤخر و لدلافین میشود خبر مقدم، خبر از نوع شبه جمله است، مبتداتون هم ال نداره. خب بریم جلوتر. الاب به تأکید قطعا حتما اینجوری، تحسب الدلافین سمک القرشه عدوان لها. خب ببینید دقت کنید، سمک القرش یعنی کوسه ماهی، سمک یعنی ماهی، قرش هم یعنی کوسه. میگه دلفین ها کوسه ماهی رو دشمن حساب میکنن. فإذا وقع نظرها على سمكه القرش تتجمع بسرعه حولها. میگه هنگامی که نگاهشان به یک کوسه ماهی بیفتد، تتجمع بسرعه حولها، با سرعت دورش جمع میشن و تضربها بعنوفها الحاده. انف یعنی بینی، عنوف یعنی دماغ ها، بینی ها، حادم که یعنی تیز، و او را با بینی های تیزشان میزنند و تقتله ها و میکشند، یعنی دلفین ها با کوسه ها خیلی چکشی برخورد میکنند. و هل یحب الدلفین و الانسان حقا، و آیا واقعا دلفین انسان را دوست دارد؟ میگه نعم، بله. تعالی تقرأ هذا الخبر، عوض میخوام بچه ها، فل انترنت، بیا این خبر را در اینترنت بخوانیم، نقرأ و بخوانیم. سحب تیار الماء رجلا الى الاعماق بشده. سحب یعنی کشیدن بچه ها، تیار هم یعنی جریان. میگه جریان آب مردی را به شدت به زیر به اعماق کشید. و بعد نجاته قال، و بعد از نجاتش گفت، رفعنی شیئا بقتتن، بقتتن یا بقتتن یعنی ناگهان، چیزی مرا ناگهان بالا برد، الى الاعلا بقوتن، چیزی مرا به ناگهان با تمام نیرو به بالا برد، الى اعلا و به قوت جارو نشد. ثم اخذنی الى الشاطئ، سپس مرا به ساحل برد، و لما عزمت ان اشکر منقذی، و هنگامی که تصمیم گرفتم یا خواستم از منجیم، منقذ از انقاذ میگه منو نجات دادن، از نجات دهندم ناجیم تشکر کنم، ما وجدت احدا، که چیزی را نیافتم، ولکنی اما رأیت دلفینا کبیرا، دلفین بزرگی دیدم، یقفز قربی فی الماهب فرح، و در نزدیکی من با شادمانی در آب پرید. یقفزو یعنی پریدن، یقفزو یعنی پریدن. خب ببینید فلما و به فرح هم میشن چی بچه، میشن جارو مشکور.
الام ان البحر و الاسماك نعمت عظیمت من الله، همانا دریا و ماهی ها نعمت بزرگی از خداوند هستند. من الله جار و مجرور. قال رسول الله، پیامبر فرمود، ان نظر فی ثلاثه اشیاء عبادت، نگاه کردن در سه چیز عبادت است. ان نظر فی المصحف، نگاه کردن به قرآن. مصحف بچه یعنی کتاب، ولی به طور خاص به قرآن میگن کتاب. ان نظر فی وجه الوالدین، نگاه به صورت پدر و مادر. و نظر فی البحر، و نگاه در دریا. همه اینایی که بعد از فی اومدن، فی المصحف، فی وجه و فی البحر، هر سه جار و مجرور هستن و همچنین فی ثلاثه. همه اینها چی هستند بچه ها؟ جار و مجرور. متن درس هم تمام شد، کلمات حفظ بشه، ترجمه کار بشه، تمرین های درس هم توی کتاب حل بشه. انشاءالله در میانه یه هفته با هم یک کلاس برای حل تست و رفع اشکال خواهیم داشت. صفحه 76، صفحه 76، من برم سری صفحه 76 ببینم شما چه چیز رو میفرمید ای رحمانی. خب میگه علیکم اصطلاحی است که از معنای جار و مجرور خارج شده و به معنای فعل یافته. بله، مثلا میگه که مثالشو مثلا تو از خود کتاب بهتون بگم. علیکم رو کجا آورده؟ مثلا شما علیکم به مکارم الاخلاق. ببینید علیکم نقطه نکتهش این هست، ببینید علا هر وقت اول جمله بیاد، توی تمارین بهتون میگفتم هر وقت علا اول جمله بیاد به معنای بر شما لازم است و واجب است. مثلا میگیم که علیکم بل مطالعه، بر شما مطالعه واجب است، معنای فعلی پیدا کنه، معنای فعلی پیدا کنه، ولی همچنان جار و مجرور باقی میمونه. بسیار عالی، ممنونم آقای بختیاری. نمیدونم چی رو دارید میگید آقای عقاد، ولی قاعدتا این اتفاق نمیفته توی ترجمه. نکات رو عرض کردم آقای رحمانی، مطلب برات حل شد دیگه. جابجایی مبتدا خبر، اگر مبتدای شما ال نداشت یا اسم یک شخص مشخص نبود و خبرتون شبه جمله بود، حتما باید این دوتا جابجا بشن. این هم از این. خواهش میکنم آقای رحمانی، زنده باشید. بچه‌ها خسته نباشید، برید بخونید حسابی. آزمون آخرمون هست امسال به یک معنا، بعدیش که دیگه میره اون ورتر، ولی به یه معنا یه جوری این آزمون خیلی مهمه برای هممون. امیدوارم که یه جوری خوب بخونید و بهتر کنید. خسته نباشید، خدا نگهدار.